بینندگان عزیز سلام، امروز جمعه 17 ماه اسد سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 8 ماه آگست سال 2014 میلادی. به مجموعه از تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر. دیدار جان کری وزیر امور خارجه امریکا با هر دو نامزد ریاست جمهوری کشور. آغاز روند ابطال آرا سر از فردا سوی کمیسیون مستقل انتخابات. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با رئیس جمهور کرزی و پرتاب چندین راکت از سوی نوار غزه به سوی اسرائیل. حال هم مشروع خبرها گوینده توریال افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. جان کری وزیر امور خارجه امریکا با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. ستاد انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری میگویند که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا شب گذشته و روز جمعه در مقر سفارت امریکا در کابل با هر دو کاندیدای ریاست جمهوری و معاونانشان ملاقات های جداگانه انجام داده است و روی مسائل انتخاباتی و مسائل برخاست از انتخابات بحث و گفتگو کرده است. سخنگویان ستاد انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی احمدزی از ارائه جزئیات گفتگو میان وزیر امور خارجه امریکا خودداری نموده و میگویند که تفصیلات در کنفرانس خبری مشترک به روز جمعه ارائه شده است. ستاد انتخاباتی هر دو نامزد پذیرفتند که قبل از دیدار با آقای کرزی با آقای کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در منزل عبدالله با هم دیدار نموده و روی مسائل تکنیکی و سیاسی انتخابات بحث کردند و نیز در مورد اعلامیه مشترک و همچنان پیشنهاد تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بحث و گفت و شنود انجام شده است. از سوی هم وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه‌ای گفته است که آقای کرزی با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز جمعه در ارگ ریاست جمهوری روی روند بازرسی آرا و نهایی شدن هر چه زودتر این روند گفتگو کردند. به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید کرده است که نتیجه انتخابات هر چه زودتر روشن گردد و با اعلان نتایج نهایی انتظار مردم در ماه روان میلادی باید پایان یابد. کرزی به وزیر خارجه آمریکا گفته است که طولانی شدن انتخابات افزون بر اینکه روی امنیت و اقتصاد افغانها تاثیر منفی گذاشته است، سبب افزایش حملات حراس افغانی نیز شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا از روند بازرسی آرا اظهار خوشبینی نموده و گفته است که تمام امور انتخاباتی به خوبی به پیش می رود و در وقت معین نتایج آن نیز اعلام خواهد شد. با این همه روند ابطال آرا فردا آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که ابطال آرا بر بنیاد طرز العملی که از سوی سازمان ملل ارائه شده است روز شنبه 18 اسد آغاز می گردد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند بازرسی تمامی آراء انتخابات ریاست جمهوری در حضور ناظران هر دو نامزد و همچنان ناظران ملی و بین المللی به خوبی به پیش می رود و می گوید که تاکنون برای 743 ناظر از تیم عبدالله 540 ناظر از تیم اشرف غنی احمدزی، 360 ناظر ملی و 955 ناظر بین المللی کارت نظارت داده شده است. به گفته نور، نرم افزار و یا دیتابیس ویژه ابطال آرا آماده شده است و روند ابطال آرا از فردا شنبه آغاز خواهد شد. به گفته وی، این روند بر مبنای طرز العملی که از سوی سازمان ملل ارائه شده است و سوی هر دو ستاد انتخاباتی نیز تایید شده است صورت میگیرد و چگونگی اجرای آن قابل تغییر نمی باشد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد که تمام فیصله های کنونی با استفاده از صلاحیت های این کمیسیون صورت میگیرد، اما در این حال این کمیسیون ها از همکاری ها در این عرصه نیز استقبال میکند. در پی بروز بنبست دور دوم انتخابات، جان کری وزیر خارجه امریکا 20 سرطان سال جاری به کابل سفر کرد و باعث شد هر دو نامزد روی طرح برای بیرون رفت از این وضعیت موافقت کنند. صدها تن از باشندگان و فعالان مدنی ولایت بادغیس راه پیمایی کردند. مظاهره کنندگان که تعدادشان به بیشتر از 2000 تن می رسید پس از ظهر روز جمعه به جاده های شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس ریختند
و از توقف کار دو پروژه انتقاد میکنند. شماره از اعتراض کنندگان میگن شرکتی که معذب به اسفالت سرک حلقوی در بادغیز بود پل مردم و حکومت را به جیب زده و از 10 روز به این طرف کار نمیکرد. از سوی هم برخی دیگر از توقف کار پروژه انتقال برق وارداتی از ترکمنستان به بادغیز که حدود 12 کیلومتر آن تکمیل نشده است خشمگین بودند. مظاهره کنندگان بر رسم اعتراض جاده حلقوی این ولایت را کاگل کردند و هشدار دادند که اگر این دو پروژه از سر گرفته نشود شاهراه حلقوی شرق به غرب را بر روی ترافیک مسدود می سازند. از اینکه بیننده برنامه خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و شما دعوت می شود که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.